چرا غافل از احوال از کجا آمدم آمدنم برده چه بود از کجا آمدم به کجا میرم آمدنم ننهایی وطنم From ancient times to the 13th century Persian poet Rumi, to this very moment as we speak, man has always showed an interest in knowing about the mystery of life. An interest which has led him to search for answers to three main questions. Where did I come from? To where shall I go? And why am I here? خیلی آسون بود رفت آمد باشون و من چیزی که توجه کردم جوونا عاشق رفتار ایشون بودن. رفتارشون خیلی متفاوت بود با خیلی ها دیگه. فوق‌العاده متواضع بودن. یکی این که دنبال دردای محیط بودن. اقتضای زمان چیه؟ می‌فهمودن که زندگی هر لحظه در حال به وجود آمدن و یا به وجود آوردن باید باشه و الا باریست بسیار سنگین بر دوش انسان ها. ایشون میگشتن مسائل اجتماع رو پیدا میکردن. مثلا ایشون یکی از اولین کساست که موضوع علم و دین رو مطرح کرد در همون ساله 40 که مسئله مهمی بود برای ما. غربا یک صحبت هایی میکنن. A philosopher, a scientist, a theologian. It's hard to describe a man who spared no effort to exceed the limits of knowledge. Yet, at such a high scholarly status, he would still consider himself a constant learner in search for answers to the mystery of life. Discovering and exploring new worlds and dimensions became a passion he would never abandon. Muhammad Taghi Jafari was born in a religious family in 1923 in Iran's northwestern city of Tabriz. His parents were honest people, quite respected by others. Muhammad Taghi had learned how to read and write from his mother even before he started school. So he began his education from the fourth grade. His academic progress was magnificent from the very beginning. But it was Ayatollah Shahidi who actually realized how talented he was years later. After elementary school, Muhammad Taghi began to study at the Talabiyya Seminary. He then moved to Tehran and from there to Qom, where he studied under the tutelage of some of the most outstanding religious scholars of his time. When he heard about his mother's illness, he returned to Tabriz and attended Ayatollah Shahidi's classes. Soon, the Ayatollah insisted that he leave for Najaf in Iraq to attend the Najaf School of Theology. Muhammad Taghi Jafari spent 11 years in Najaf and learned from great scholars. His progress was so spectacular that the greatest degree of jurisprudence, otherwise known as Ijtihad, was conferred on him when he was only 23. He soon began teaching at Najaf. This is when he became familiar with Western philosophy. تو اون موقع تو نجفی که فلسفه خیلی حاکم نبود ایشون بیان برن استاد فلسفه پیدا کنن بخونن بیان مکاتب غربی را بخونن تو قوم باز این چیزا رایج بود تو نجف اونقدر رایج نبود اینه که از همون موقع شروع کردن به کتابای فلسفی مهم غرب مثل کتابای راسل، هگل، کانت، پلانک، اینشتین و بقیه بسیاری از اجزا و مؤلفه هایی را که در سطوح مختلف به نظر غیر مرتبط میرسند با یک امتزاج و همراهی بسیار دقیق در افقهای خلاق مورد بررسی
و بحث قرار میدن و همینطوری که ایشون مطالعه فکر میکرده به اینم برخورده بوده که ما در اسلام یا فلسفه اسلامی تو این یه قرن اخیر راجع به طبیعت و فیزیک زیاد کار نکردیم چون ما در این جهان زندگی میکنیم باید جهان رو بشناسیم ایده در این دنیا خوش میاد که بزرگترین حقایق بشره به جان هم بیانه رو تماشا کنن بعدم بخنه علم با دین نمی سازد علم با فلسفه نمی سازد فلسفه با دین کار این هاست اگر واقعا ما با این سه حقیقت با این سه رکن بزرگ حیات بشری دین فلسفه یعنی یک جهانبینی کلی و محیط برای عالم هستی به اندازه خودمون به اصلاحه مرحوم مولا صدرا به قدر طاقت بشری دعوا نیست که گاهی من عرض کردم در بعضی از سخنرانی اینا چه این چه دعواییست که 4000 سال ما به این دونه هیچ کنم زمین نمیزنن نه اون اینا میزنن میزنن مردم یا راحت کنه نه این اونا را شما اگر بیان به یه نفر غربی بفرمایید که بیا من جواب بده با فلسفه اسلامی میدم اصلا اون فلسفه یه عالم غربی اون اصلا فلسفه اسلامی را قبول نداره فلسفه را قبول نداره دیگه چه برسد فلسفه اسلامی باشه ولی اگه بیان با زبان علم خودش جواب بدن خیلی مؤثره استاد این طوری بودن واقعا تمام فیزیکدان ها را یکی یکی آورده بحث کرده ریاضیدان ها را بحث کرده میخواد از توی اینا یک الگوریتمی فیزیک فلسفه ریاضی بیاره بیرون باور کنین تا آخر عمرم همینطوریست یعنی معتقد فیزیک هم بخشی از فلسفه ریاضیات هم بخشی از فلسفه است مخصوصا بخشای نظریشون به خاطر همین دغدغه‌شون جلسات مرتب با مرحوم دکتر حسابی داشتن جلسات هفتگی داشتن دکتر هشرودی بوده دکتر حسابی بوده و غیره میخواستن به محیط بفهمونن که علم یه بخشی از قضیه است ولی فلسفه هم حتما باید بیاد تکمیل بشه مکاتبات ایشون با برتران راسل خب راسل کیه؟ همه راسل رو میشناسن برتران راسل منطقی ریاضیدان فیلسوف بنیانگذار منطق جدید بنیانگذار ریاضیات جدید خب ایشون نه تنها کتابهای برتران راسل خونده بود نقد داشت باش مکاتبه میکرد بحث باش میکرد شما ببین این شجاعت اینا کنین سال 1343-44 مراسلات ما با آقای برتران راسل شروع شد اونم علتش این بود که از ایشون کتابی در ایران منتشر شد جهانی که من میشناسم ما یک تناقضی از نوشته های در همین کتاب از آقای راسل دیدیم و من در اون جلسه گفتم من این تناقضم میفهمیم نظر شما چیه ایده از آقایان بودن آقای دکتر محمود حسابی هم بود و گفت بله این تناقض هست گفتم من میل دارم اینا به ایشون بنویسم من نوشتم با این چین تناقض داره و ثانیا تمام خدا دوستان دنیا خدا پرستان بزرگترین انسان دوستان هستن چه منافاتی با هم دیگه داره بعد انقلاب که راه بیشتر باز شد برای فلاسفه اسلامی و فلاسفه غرب اشخاصی مثل روژگاردی، پروفسور هانس کونگ، پروفسور فان هسک اسلام شناسه و بعد اشخاص دیگه یا اینکه در کنگره های خارج هم ایشون شرکت میکردن مثل فیلیپین، مثل لندن، مثل دهلی و اونجا مسائل اسلامی جدید رو معرفی میکردن و حل مشکلات میپرداختن به ازیدم این ماجا افی کتون در مقدس جمیعا فیل تورات و انجیل و القرآن اننا جمیعا ابناء ابراهیم الخلیل فی الدین الالهی الذی فطر الله الناس علیها و السلام علیکم و رحمت الله یه جلسه‌ای به پا کرده بودیم برای راه انداختن دوره دکترای فیزیک دانشگاه صنعتی شریف و به همین جهت پروفسور عبدالسلام را دعوت کرده بودیم اون موقع تو نخست وزیری سفارش شد به جناب پروفسور عبدالسلام که من بین ایشون و نخست وزیر وقت مترجم بودم که حتما برید استاد جعفری را ببینید
جلسه بسیار خوبی بود، خاطرات هم دیگه رو گفتند و اینها، و این نشون میداد که دغدغه استاد راجع به مسائل داغ روز فلسفی فیزیک بود. اینکه ایشون همیشه یکی از خصوصیاتش این بود با دانشمندان شرق و غرب تعامل میکرد و بی نظر، یعنی به تعصب نداشت که مثلا طرف حتما مسیحی باشه یهودی باشه، نه. و از همین مهمتر دیدگاه‌های مختلف، فلاسفه مختلف، رأی‌های مختلف راجع به زندگی دارن و ایشون هم نکته همشون همین بود، چرا نیم رو اون چیزایی که اتفاق نظر داریم تکیه کنیم. اتفاقا قرآن همین کارو میکنه، میگه قول یا اهل الكتاب تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم. اهل کتاب بیان رو چیزایی که مشترک بینمونه رو اینا اتفاق نظر بکنیم، که به جای پرداختن به نقاط افتراق، به جای ایجاد فضاهایی که این فضاها انسانها رو از هم دور میکنه و باعث میشه که انسانها از هم دیگه فاصله بگیرن، به نقاطی میپردازه که این نقاط باعث پلسازی و اشتراک سازی بین انسانها میشه. It was about 20 years ago and I had a friend. His name is Mr. Kozo Nakayama. And when I visited Tehran about 1998, I consulted with him about my topic. My research topic at the time was about the dialogue among civilizations and Islamic values. And he suggested that I meet Allameh Jafari. Muhammad Taghi Jafari was very keen on discussing global issues with philosophers and scientists the world over. One of the main topics of discussion that attracted thousands to his house was his analysis of and comparison between Western and Islamic human rights. But his main concern would come to be thinking about humankind and its relationship with the universe from a realistic point of view, and explaining his discoveries in a way that even the layman could understand. شما هر جای دنیا برید اگه ذهنیتشون آلوده نشده باشد، عدالت رو میپسندن، نیچی رو میپسندن، یه چیز فطریه انسانیه. تو قرآن هم اومده و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. He mentioned we have a human right which come from the birth. If you come to the birth in this world, you are granted very basic human rights which are equal to everyone. But at the same time, he emphasized we have human rights which should be obtained through one's education and one's contribution to society. So this is based on the merit you acquire throughout your career, throughout your human activities, how much you contribute to society, and you have higher values in terms of human rights. از ویژگی‌های دیگر علامه جعفری، نگاه عمیق ایشون به مباحث انسانشناسی و ابعاد مختلف انسانشناسی در دنیای جدید هست. مرحوم علامه جعفری با فراتر رفتن از گفتمان‌های تثبیت شده در بسیاری از اماکن مرتبط با فضاهای دینی، به موضوعات جدیدی در حوزه انسانشناسی و تحلیل اونها در نگاه اسلامی میپردازه که از اهمیت بسیار بالا برخوردار هست. He said, and the Western values emphasize much on materialistic idea, and the people tend to think about other people in terms of how much benefit they can gain from his or him or her. But Eastern value is something different. So his view about human rights are very, very unique, which I found very, very interesting and also important in the even today. A new angle to ancient historical issues that would suit the modern man. The principles of cognition in the realm of thoughts and critical soul-searching from a scientific and philosophical viewpoint. These were what distinguished the late scholar Jafari from other thinkers of his time. ببینید یه دمیان غربو طرد میکنه، یه دی در بس میان چشم و گوش بسته عاشق غرب میشه. ایشون نکات مثبت رو میگرفتن،
از غربی ها همون حرفی که امیرالمؤمنین فرمودن انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال، ایشون میدن نکات مثبت می گرفتن، نکات منفی هم جواب میدادن. واقعا بهترین راه مبارزه با چالش ها و در واقع مشکلات فکری بود. واقعا he was really a pioneer in terms of foresight. He was able to tell. Foresight means even though, for example, and he was talking about one particular issue, 1989, which is close to 30 years ago. What he talked about at that time is so relevant right now. یکی این که دنبال دردای محیط بودن، اقتضای زمان چیه؟ ببینین از امام صادق ما روایت داریم که العالم به زمانه لا تهجم علیه اللوابث، آدم آگاه به زمانش در معرض حمله قرار نمیگیره، حمله مشکلات، و ایشون حواسشون جمع. One of the books actually I brought today is the Human Genome Project. Genome Project. This is about the genome transformation alteration, which has been so progressed the last 10 years. Back in already 1989, he was giving us a warning to the humankind. If we do not have much scientific ethics and morality, and if we believe in whatever science and technology can do to human being, and we blindly believe in what the technology can change our life, and our life will be quite dangerous. He was really giving us a lot of warning. نسبت به موضوع انسان بسیار حساس بود. اگر به من بگن راستشو بخوای، حالا ما میگیم فقیه، حکیم، فیلسوف، اینا درست، اینا کلماتی است که معانیش مشخصه چیه. ایشون اصلا موضوع کارش انسان بود. In essence, solving the mystery of life, studying cultural development, and trying his utmost to uncover the untold truth about education led him to complete one of his masterpieces, a book called Intelligible Life. He became immersed in extracting the practical and constructive dynamics of different fields such as culture, economics, politics, science, history, philosophy, civilization and technology in order to contribute to the spiritual and intellectual progression of humanity. ببینید حیات طیبه یا همین حیات معقول منظورش اینه که اون عالی‌ترین زندگی چیه؟ عالی‌ترین زندگی اینه که استاد میگه هوایان رابطه من با خودم معلوم شه. من چی کارم در این دنیا؟ برای چی اومدم به دنیا؟ برنامه‌ام چیه؟ دو، رابطه‌ام با این جهان معلوم شه. یکی هم رابطه با خداست که اگه ایمون داری رابطت با خدا باید چی باشه، یکی هم با مردم، با جامعه. این چهار تا رابطه. در حیات معقول انسان اهداف متعالی زندگی را تشخیص میده. اون وقت حرفشون این بود فلسفه، دین و علم اینا سه تا ابزاری هن که کمک میتونن بکنن در وصول به حیات معقول. علامه جعفری نه نگاه فروتر و نه نگاه فراتر را میپسندیدند و از هم نگاه های برتری طلب و هم نگاه هایی که همراه با خودزنی و فروتری هست به شدت پرهیز میکردم. مصداق کار و تلاش ایشون رو در آیه قرآن کریم که میفرماد و ان لیس للانسان الا ما سعا، این برای ما شاهد عینی هستش که واقعا میدیدیم که دقیقا زندگی خودشون رو بر مبنای این آیه استوار کرده بودم. ایشون 70 مجلد کتاب زنده داره، 2 مجلدش اینه، تفسیر نهج البلاغه، شرح تفسیر نهج البلاغه است که 29 مجلده، 15 مجلد هم شرح و نقد مثنوی مولوی است. نه اینا 2 جلدشه ها. ببینید چقدر پرکار.
یعنی یه دقیقه وقتتو حرام نکن. شخصی که دائم در تحقیق و تفکره. یه عبارت دیگه ایشون دارن که میگن که انسان یا زندگی هر لحظه باید در حال به وجود آمدن و به وجود آوردن باشه و الا باریست بر دوش انسان‌ها بسی سنگین. He is very high up in terms of his knowledge and wisdom. However, when you encounter and talk to him, he's really almost talking to me on the equal footstep. So that really impressed me. So I felt as if I have known him long time. یکی از افراد محترم که خدمتشو میرسن و ایشون رو در حال مطالعه و کتاب‌ها رو اینها رو میبینن که ایشون رنگشون پریده است. بعد میفرمان که استاد فکر میکنم یه مقدار حال نداری. ایشون میفرمان بله خودم میدونم حال ندارم، ولی هنوز انگیزه من مانند انگیزه دوران جوانی و کودکیم هستش. من انگیزه خودم رو از دست ندادم و کماکان به کارهای خودشون ادامه میدادم. لحظاتی که اینجا مریض بودن، دانشجویان میومدن و دوستان محترمشون میومدن، خب به هر حال باز سوال میکردن، باز با ایشون با عشق و علاقه جواب میدادن. گویی این دنیا برای ایشون هنوز خیلی ادامه داره و همیشه میگفتن که به فرمایش حضرت علی دنیا رو یک طوری نگاه کنیم که انگار همیشه زنده اید، ولی یه طوری هم نگاه کنیم که الان میخواییم از این دنیا بریم، چی داریم که میخواییم بریم. موقعی که از دنیا میرم هیچی ندارم، پول هیچی، هیچیم پول ندارم اصلا. موقع رفتم هیچ ارث، هیچی ارث نداریم. تمام زندگیش برای بشریت، خدمت به بشریت. یک روزی که دیگه فکر میکنم 3-4 روز مونده بود به اواخر عمرشون، ایشون زنگ میزنن ایران و با خواهرم صحبت میکنن. با خواهرم که صحبت میکنن، به خواهرم میگن یه خبر خوشی میخوام به شما بدن. خواهرم خیلی خوشحال شدن، گفتن خب حتما ما این فکر رو کردیم که خب دکترها مثلا راه علاج رو پیدا کردن، راه درمان رو پیدا کردن و واقعا یک به اصطلاح خوشحالی خیلی زیادی همه ما رو گرفت. برگشتن به خواهر من گفتن که ببین، به آقا علی رضا بگو که من آخرین صفحه نهج البلاغه‌ام ترجمه‌ش رو تموم کردم و الان این کتاب آماده است برای چاپ شدن. این رو میخوام بهتون بگم که تا آخرین لحظه زندگیشون در حال تکاپو بودن. آقایی بود به نام دکتر کلاب، استاد روانپزشکی بود که اینشون با من آلمانی بود. اینشون آمدن در این باره سوالات میکردن ضرورت مذهب در حیات بشر چیه. اونی بودی بهشون گفتم که این کتاب را باز میکنم، من انگوش میذارم روی یک کلمه، مثلا ایز، کتابم انگلیسی بود یادم میاد، من انگوش رو گذاشتم روی این کلمه، گفتم به آقای دکتر بگویید که آیا این کلمه میدونید که کلمه قبلی چیه بعدی چیه؟ گفت نه. گفتم این کلمه، این حرف ایز، دو حرف ایز است، این میداند که این کتاب چه نمیشته؟ گفت نه. تو دو تا حرف سربی یه مرکب چاپی را اونجا چیز کرده. گفتم آقا جان یه دفعه اینطور میشه زندگی کرد؟ مثل کلمه ایز نفهمه گذشته چیه، آینده چیه، اصلا این در کدوم کتاب هستیه، آیا این کتاب هدفی داره نداره، چند فصل چند بابه؟ نه مذهب نمیخواد. اما اگر بداند بخواهد که یک زندگی بکند که بفهمد او کیست، از کجا آمده است، به کجا آمده است، با کیست، به کجا میرود و برای چه آمده بود، این مذهب بدون مذهب این کام بزیر نیست.
Muhammad Taghi Jafari was a citizen of the world, a traveler who would go beyond borders to explore new horizons that would shape the future of mankind. His stream of thought would flow freely. He saw the world as a garden in which man should sow the seeds of intellect and reap a bountiful harvest of wisdom. The kind of wisdom he applied to tell the world that the mystery of life cannot be solved unless we include eternity in the equation.